بسا تو امروز همراه سرمایه گذار رو داشتیم و اونجا به تفصیل بازارهای داخلی رو مورد بررسی قرار دادیم. اما توی بازارهای جهانی هم طلا خیلی پرخبر هستش. میشه ازت بپرسم که آخرین تحولات قیمتی طلای جهانی رو به ما بگی؟ آره خیلی خوشحالم که دوباره کنار تو هستم و اینجا موضوعی که خیلی مهمه، اول خود نمودار طلا رو ببینیم. اونس طلای جهانی دیروز به سقف 2400 دلاری رسید که یک رکورد تاریخی حداقل به طور اسمی شناخته میشه. و برای اینکه بدونیم این چقدر مهمه، خوبه که اول بدونیم آیا غافلگیری رخ داده یا همه انتظارش رو داشتن. ما برای اینکه این موضوع رو بفهمیم، پیشبینی انجمن بازار شمش لندن رو LBMA رو آوردیم که از 30 تحلیلگر و عمدتاً مدیرای دارایی بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ انجام شده بود ابتدای سال. اینها انتظاری که داشتن یه انتظار صعودی بود، یعنی انتظار داشتن که طلا به طور متوسط بیش از 6% نسبت به سال 2023 رشد بکنه. اما سقف قیمت اونس رو به طور متوسط 2400 دلار دیده بودن. بله. و با این تفاصیل میشه گفت که این 2400 دلار که خیلی سریع رخ میده، در واقع ما اوایل، هنوز نیمه اول سال 2024 هستیم، این خودش نشون میده که یه غافلگیری رخ داده. اما این غافلگیری چه عواملی داشته، چه مسائلی باعث این شده؟ خب خیلی از صحبت ها رو میشنوی، عوامل ژئوپلیتیک، میگن تنش ها بالاست به ویژه در منطقه خاورمیانه، نگرانی های همچنان در رابطه با درگیری های اوکراین و روسیه وجود داره. یه طرفی در واقع بحث‌های نگرانی از بازگشت تورم رو می‌کنن، بعضن نگرانی از رکود اقتصادی وجود داره. اما همه اینها رو که می‌ذاریم کنار هم، انگار که یه بخشی جواب ما پیدا نمیشه. این نمودار تفکیک عواملی هست که بر تقاضای طلا و رشد قیمت طلا اثرگذار هست رو شورای جهانی طلا آورده. خب یه بحثی رشد اقتصادی هست، بحث ریسکای ژئوپلیتیک عمدتاً هست، هزینه فرصتی که شاید ما بهتر باشه با نرخ بهره توضیحش بدیم وجود داره، چون میدونید طلا به شما بهره ای رو نمیده، شما طلا نگه دارید آخر سال بهتون طلا اضافه تری میده و هر موقع نرخ بهره بالاست این به ضرر طلاست. و خود عواملی که از جمله نوسانات قیمتی طلا هست، اینها رو که با هم جمع میکنیم برای ماه مارس 2024 میبینیم که بخش عمده ای از رشد رو، درسته که یه بخشی رو نوسان طلا یا افزایش ریسکا این بخش قرمز رنگ نشون میده، اما یه بخش بزرگی هست که با سایر عوامل توضیح میدنش. بله. و این سایر عوامل چیا هست؟ خب اکونومیست یه مطلب خیلی خوبی کار کرده بود و توضیح میداد که میگن مثلا به خاطر نگرانی های تورمی هست که طلا داره میره بالا. و خب اونجا سوال مطرح میشه، ما سال 2022 تورم های نزدیک 10% رو در اروپا و آمریکا داشتیم و اون موقع چرا طلا نرفت بالا؟ یا حتی تنش های ژئوپلیتیک که مطرح میشه، خیلی ها میگن خب جنگ اوکراین و روسیه موقعی که شروع شد که خیلی تنش بزرگتری بود، با الان قابل مقایسه نیست. یا بعضا میگن که ممکنه خریدارهای بورسی باشن. اونجا هم وقتی میری به ETF ها یا صندوق های قابل معامله بورسی نگاه میکنی، اتفاقا اونجا داره خروج طلا رخ میده. دقیقا این خیلی سوال مهمی، در ابتدای برنامه هم همین بود سوال ما که خب تمام اینها که بوده، الان چرا طلای جهانی داره اینطوری رکورد میزنه؟ شاید یکی از مواردی که خیلی خوب توضیح میده و بخش عمده ای از نظر اقتصاد کلان رو توضیح میده، انتظار برای کاهش نرخ بهره به ویژه در اقتصاد آمریکا بود. که البته دیشب خبرهایی اومد که یه مقداری این انتظار برای کاهش رو به تعویق انداخت. قبلا ما انتظار داشتیم که، یعنی فعالای بازار انتظار داشتن که 3 مرتبه امسال کاهش نرخ بهره داشته باشیم. الان بین پیشبینیایی که وجود داره، مؤسسات مختلف و حتی بازار، 1 یا نهایتاً 2 بار کاهش رو پیش بینی کردن. خود این یکی از عواملیه که اثر گذاشته. اما کنار این، اون بخش واقعی تقاضای طلا یا خریدارهای مخفی
طلای جهانی که کمک کرده به این رشدای اخیر. یعنی با نرخ بهرم نمیشه باز همه رو توضیح داد. سه تا خرید مخفی وجود داره. یکی خرید بانک‌های مرکزی دنیاست که مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، چین سهم ذخایر طلاش از 3.3% در سال 2021 الان به 4.3% رسیده. تقریبا 9 ماه متوالی خالص خرید بانک‌های مرکزی دنیا مثبته. یعنی اونجا ما همچنان داریم خالص خرید رو می‌بینیم. بنابراین یه خریدار مخفی خود بانک‌های مرکزی هستند. دلایل مختلفی داره، الان بهش خیلی نمی‌پردازیم، ولی همین نگرانی‌های ژئوپلیتیک، همین نگرانی از تحریم‌هایی که ممکنه پول‌ها و ارزهای دیگر رو بلوکه کنه، ولی راجع به طلا این خاطر جمعی وجود داره که اونها بلوکه ممکنه که نشن. دومیش مؤسسات بزرگ مثل صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌های مشترکه که اونها هم به نظر میرسه تحرکاتی رو تو بازار طلا دارن انجام میدن. خیلی مشهود نیست اما کاملا میشه تو بازار مشتقات این رو رصد کرد. و موضوع سوم خرید شخصی افراد، چه حقیقی چه شرکت‌ها، اینها دارن خودشون شخصا خرید طلا انجام میدن. یه برآوردی هست، اونس طلا اومد تو فروشگاه کاسکو. نمیدونم شنیده باشید خبرش رو یا نه، ولی خب خبر بامزه بود که تو فروشگاه در واقع اونس طلا میفروخت. و یه برآوردی رو ویلز فارگو انجام داده، میگه ماهانه 100 تا 200 میلیون دلار خریدی هستش که از این فروشگاه های کاسکو داره انجام میشه. اگه بخوایم بفهمیم این عدد چقدر بزرگه، میتونیم که بگیم تقریبا نصف چیزیه که ماهانه بانک مرکزی چین داره خرید طلا انجام میده. و حالا این موضوع تبعات در واقع بازار جهانی تو بازار نفت هم اومده و اونجا اگر بخوایم ببینیم چه اتفاقی افتاده، خب نفت اومده تو کانال 90 دلار. این در شرایطی که من میخوام باز ببینم که نشون بدیم که چرا میگیم فضا متفاوته و چرا به نوعی میشه گفت که یه نوع غافلگیری داره اتفاق میفته. این پیشبینی 5 تا مؤسسه خیلی معتبره برای 2024 و 2025. تمام پیشبینی اگر دقت بکنید کانال 70 یا 80 دلاره. بنابراین نفت 90 دلاری که الان باهاش مواجه شدیم، نفت برنت 90 دلاری، به نوعی بازارها رو غافلگیر کرده. اونجا عامل عمده رو همین در واقع تنش‌های ژئوپلیتیک میگن. و من میخوام ولی این نکته رو اضافه بکنم، کلن بازار نفت یکی از اون بازاراست که به شدت سورپرایز میکنه. اگه ما از سال 2019 حتی عقبتر بریم این موضوع خیلی واضح تره. ببینید مثلا میانگین 2019 64 دلاره، یهو نزدیک 30% کاهش، سال 2020 میشه 40 دلار. یهو از این عدد 70-80% رشد رو میبینی، 70 دلار میشه متوسط 2021، 2022 یهو میای روی 100 دلار. بنابراین ما اینجا عدد 80 دلار که برای سال 2023 بوده الان اومده رو 90 دلار. خیلی هم میگن که خب سورپرایز شدیم. من میخوام بگم که بازار نفت کلن بازاری که سورپرایزش زیاده. یه توضیح خیلی جالب براش وجود داره که میگه بازار نفت در سلایه خودش خیلی غیر چابکه، به سلای اقتصادی ها در واقع کشش اونجا پایین هست و ما اون سلایه تولید، توزیع و مصرف نفت رو ما تو استخراج میدونیم. چاه نفت رو وقتی میری استخراج میکنی، حداقل چاهای سنتی، این تا سالها دیگه نمیتونی دستش بزنی، یا اکتشاف و استخراج جدید بخوای انجام بدی خب چندین سال طول میکشه. بنابراین وقتی ما شوک عرضه برامون اتفاق میفته، ما نمیتونیم، یا حتی شوک تقاضا، ما اونجا نمیتونیم به سرعت بریم بگیم آقا چاه رو میبندیم، درسته، یا یه چاه جدید استفاده میکنیم. انتقال نفت هم همینه. یعنی ما برخلاف مثلا، من همیشه مثال میزنم، شما یه کامیون رو میتونی توش میلگرد بریزی، میتونی توش مثلا پفک نمکی بریزی، اما اون سیستمی که نفت رو انتقال میده به خاطر اون خاصیت‌های شیمیایی که داره، نفت رو خیلی راحت نمیشه با کالای دیگه جایگزین کرد. نمیتونی مثلا پشت کامیون یا هر تانکری حتی نفت بریزی. اینها مسائل خودشو داره. بنابراین اونجا هم به راحتی این قابل تغییر نیست. و در نهایت مصرف نفت پالایشگاه هست. یعنی پالایشگاه هم وقتی سیستمشون ساخته میشه، این راحت نیست، حتی انقدر راحت نیستن که نفت ایران که تحریم میشه این نفت رو برن مثلا نفت شیل آمریکا رو بگیرن.
هر سلایه رو که نگاه میکنی وقتی یه شوکی وارد میشه خیلی زمان میبره تا بازار به اصطلاح خودش رو با اون تنظیم بکنه. همین عامله که کلن بازار نفت و نوساناتش رو خیلی پرتلاطم میکنه. بنابراین هر موقع شما دیدید که اجماع تحلیلی وجود داره راجع به بازار نفت، بدونید که احتمالاً باید نگران باشید و یه نوسان جدی شاید در پیش باشه و اصلا غیر قابل انکار نیست.